بازم خوش آمدید عزیزان. مرحله نهایی جشنواره دهم ستاره افغان است و این بخش هم بخش سپاس طلایی یا قدردانی از هنرمندان عزیزی است که در موسیقی افغانستان کارهایشان واقعا اثرگذار بوده و است. بیاین بروی تصویر تماشا کنیم. حالی نایت سر خود سفید برای یار برگیدی حالی نایت سر خود سفید. من از فرصت استفاده کردم و ارواح عزیزان ارجمندم استاد نینواز و محمد ظاهری جان که پای مرا به دنیای موسیقی و شعر و ادب کشاندند درود می فرستم. اولین تصنیف مرا که بیا بریم قالین بوافیم بود نینواز خود. بیا بریم قالین بوافیم سوی رخش تخت تخت پارچه پارچه قالین های سر خود سفید برای یار برگیدی قالین های سر خود سفید برای یار برگیدی. و دومی را در روز تجلیل از روز مادر خوان ناز پرور میر گستر مادری من. یک شب با فضیامد جان و محمد ظاهری جان در شهر نو کابل میمان بودیم، خواهش کردم که برای کمپوزیشن تصنیف بسازم. گفتم در سالگری پسر محبیب جان بیاید تقدیم میشد. آمدند و مرا مرمه بدی را تمرین کرد. مرا 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 مرمه بدی جامع خیام خیلی بدی مرا 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 مرمه بدی با سر بالای بدی. در جلال آباد کنار پل ویسود ماهیگیران بالای کشتی که بر مشکای پرباد جپه می زدند و زیمزیم می گفتند الهام گرفته من و نینواز زیم 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 را ساخت. دو چشمان خمارت را کی داره دو آبوی دم به مهارت را کی داره بگردم کو و تو سارا و سارا بپرسم اختیارت را کی داره. در دره پریان ما سه نفر توت و ترخان می خوردیم که اولین قرسک پنشیری را ساختیم. بیا بریم به سنگیران جمله خوبانم. بیا بریم به سنگیران بیا بریم به سنگیران بیا بریم به سنگیران جمله خوبان موجز همگی بلبل و گل یار قدردان موجز. در اخیر یک بار دیگر از مؤسسه تلویزیون طلوع تشکر میکنم. خب از آقای وحید قاسمی خواهش میکنم که تشریف بیارن روی صحنه. قاسمی صاحب سلام، سال نو شما مبارک. سلام بر شما، سال نو به شما مبارک، سال نو به حضار گرامی میمانای ما و بینندگان عزیز تلویزیون طلوع و هموطنان عزیز ما مبارک باد. قاسمی صاحب میشه کوتاه در مورد این هنرمندان عزیز ما که پخش شد تصاویرشان صحبت بکنین، معلومات بدین؟ بله تشکر. خب دوستان عزیز، سه فیلم کوتاه مستندی که شما تماشا کردین گرامی داشت از سه هنرمند بزرگ کشور بود. وقت ترانه و آهنگ با هم آمیزش میکنن، اثر تولد میشه، آهنگ تولد میشه و او آهنگ موسیقی بافت میشه برش و بالاخره به صدای هنرمند او اجرا میشه و ما شما خاطرات ما با او پیوند میخوره و این آهنگ ها ماندگار میشه. در کشورهای دیگه معمولا آهنگساز و ترانه سرا مشترکاً با هم کار میکنن، گاهی ملودی روی ترانه درست میشه، گاهی ترانه روی ملودی درست میشه. چون بخش ترانه سرایی است میتونیم از تصنیف سازان، شاعران یا ترانه سرایان گذشته ما تا امروز یاد کنیم. دکتر سمیع حامد، آقای هارون راون، قهار یاسی، سید نور فرخ، استاد شادکام و دوستای عزیزی که در بخش یعنی ترانه ساختن با موسیقی.